از سلطان بابا خان فتحعلی شاه قاجار. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. تحویل شد به برج حمل، مبارک باد شاهنشاه ایران را سال نو خورشیدی. همچون ایام ماضیه شمشیر شاه براتر، کلامش استوارتر و فرمانش قاطعتر باد و رعیت گوش به فرمان، جان در طبق اخلاص. پادشاه ایران را و همگان دعاگوی سلطنت اسکندر دشان قاجار. اون فرانسوی مبهوت جلال شاهانه شده یا سراپرده ملوکانه؟ اجازه میخوام پادشاه. اجازه داری؟ نیست، با اجازه جنرال. عفو کنی شاهنشاه، از جلال و جبروت این کاخ ورسای باید سر به قهقرا بذاره. قلبم زنگ میزنه از این همه زیبایی. این معماری رو فقط در افسانه ها میشه ترسیم کرد. فواره‌هاش یه جور دیگه است. توتی ها بر سر درخت ها طور دیگه ای میخونن. هر کسی بخواد وارد باغش بشه نیازی به جام شراب نداره، چون مست میشه از بوی عطر گلاش. این مجنون دست هنر داره برای سیاه قلم. میخواد کاغذ بی روح رو روح بده به جوهر این معماری برای افسانه پردازان اروپایی. شاعری؟ شاعر و عاشق زیبایی. باریکالله. این فرانسوی مجازه که قلم فرسایی کنه در باغ. فقط به سراپرده نزدیک نشه که عشق و هنرش عزادارش بشن. اسگر خان، از این نقل و نباتات چند تای دیگه آوردی از فرنگ؟ فرنگی ها نقل و نبات کم دارن اعلیحضرت. نقلشون باروته و نباتشون قطار فشنگ. شنیدیم داستان تو رو.
کجا اخوی؟ اخوی یعنی چی؟ به ما رو باش، تو مثل این که ایرانی نیستی؟ من یه مسافرم، یه سیاه. از کجا اومدی؟ از فرانسه. وقت جنگ و سیاحت؟ اینجا کجاست؟ خونه ی آقا. یعنی چی؟ کسی مرده مردم سراسی میدارن میرن؟ مردم میرن پی مریدشون آقا میرزا مسیح. یک روحانی؟ سلام علیکم آقا. علیکم السلام. دمه در بد موسیو. در خونه آقا روی همه بازه. فقط از اجنبی جماعت خوشش نمیاد. اجنبی؟ اجنبی یعنی چی؟ هیچ. حضرات انگلیسی رو از مملکت اخراج کردن. البته نه برای این که شما رو خلاص بکنن از حضور منحوسشون، نه خیر. چون جانشینان استعمار یعنی فرانسوی ها شرط کردن، گفتن آقا اگر کمک ما رو میخواید باید انگلیسی ها رو اخراج کنید. ماشاءالله، هزار ماشاءالله به این همه دراهیت. به به، چه دولت مردانی. آخه چرا؟ چرا باید وابسته به حمایت یک کشور بیگانه باشیم که معلوم نیست فردا دوسته، دشمنه؟ ما خودمون اقتدار نداریم؟ چلاغیم که یک اجنبی بیاد از ما حمایت بکنه؟ چرا؟ به چه قیمتی؟ همه مسلمانان عالم بدانند راز عظمت اسلام عزیز پیوند و یک پارچگی مسلمان هاست. بلاغه و خیانتی که استعمار و اجانب به اسلام و مسلمین کرد ضربه زدن به یک پارچگی و وحدت مسلمین بود. اجنبی مسلمانان رو تکه تکه، خانه ها رو جدا جدا و قلب های ما رو نامهربان کرد. حالا ما باید چه کنیم؟ وظیفه الهی همه ما اینه که در مقابل استعمار بیستیم، دلهامونو به هم نزدیک کنیم، رحما و بینهم. البته در صحنه استعمار انگلیس و فرانسه به نظر با هم مختلف میان، اصلا رقیب همن، اما هدفشون یکیه. اونها میخوان روز به روز جریان مذهب و معنویت رو در جهان تضعیف بکنن، زندگی انسانها رو از اخلاق معنوی خالی کنن و این چیز کمی نیست. کجا بودی ارنست؟ دیر کردی؟ امروز بازار بودم. معماری زیبایی داشت، تاقهای تو در تو، فوق‌العاده است این را. تو فقط بازار نبودی شیطونک. خب، از باغ ارک هم نقاشی میکردم. مراقب باش هرگز به زنهای شاه نزدیک نشی، چون ممکنه تو این راه سرتو به باد بدی. متوجهی چی میگم؟ راستی ارنست، من فردا با صدر اعظم قرار ملاقات دارم. اون خوشبختانه با فرهنگ فرانسه آشنایی کامل داره. باید موضوع اخراج انگلیسی ها رو جدی باهاش مطرح کنم. امروز یک جایی رفتم، مردم گروه گروه به اونجا می اومدن، یک مرد صحبت میکرد. به نظر میرسه مردم اونو از شاه ایران بیشتر دوست دارن. اون یک روحانی بود، نه از فرانسوی ها خوشش می اومد نه از انگلیس ها. فکر میکنم اون قدرت اینو داره که یک شهر رو به هم بریزه. یک روحانی که میتونه شهری رو به هم بریزه. عجب.
من تلاش خودم رو کردم سر جان ملکو، اما نمیدونم چرا هر وقت درباره منافع سفارت فخیمه چیزی به سمع اعلی حضرت همایونی میرسونم، فلفور پیشانی بنده ممهور میشه به مهر نوکری بریتانیا. زارپ. زارپ؟ یس، زارپ. یعنی چی؟ نمیدونی؟ نه. نو پرابلم. حکم جگری شما بی حمایت سفارتخانه توشیح نمیشد. بی حضور ما، حضور شما به عنوان یک ایلچی معنایی نداره. شما همکاری با ما رو طور دیگه ای ادامه بدید. چطوری؟ جذب سران حکومت ایران به لوژ فراماسونری. البته از صدر اعظم شروع کنید، حامی فرانسوی ها. جناب سرجان ملکوم، من 2 ماهه که عضو لوژ هستم و یادتون نره که قول استاد اعظمی لوژ رو به من دادید. این عضویت باید سرایت پیدا کنه به رجال تراز اول. پاداش شما رتبه بالا، یعنی استاد اعظم خواهد بود. بفرمایید. که مصدی نشدیم. اتفاقا خیلی به موقع آمدید سر هارفورد جونز. از این ساعت قطع ارتباط دولتین ایران و انگلستان رو اعلام میکنیم. کلیه قراردادها، مطالبات و تعهدات لغو میشه. ولی این خلاف مقررات قانون رو ما تعیین میکنیم. خدا اخراجید. آقای جونز، 1 ماه فرصت دارید که از سرحدات ایران خارج بشه، اونم از راه دریا. بدبخت شدی رفت. No problem. ما رفتیم اما برمیگردیم. این تحقیر پاسخ داره. میدونم برمیگردیم. شما همیشه از دوستان خوب ما بودین آقای یعقوب. خب این هم هوایی بود که عوض شد. دولت مردان ایرانی به قول شما ایرانی ها یا رومی روم هستن یا زنگی زنگ، یا میزنن یا اکرام میکنن. حد اعتدال وجود نداره. راستی یک مجسمه برنز از اساسیه سفارتخونه مونده که اونو گذاشتمش برای تو. اونو از یک حراجی در لندن خریده بودم. منم دارم میرم هندوستان، اونجا کارهای زیادی دارم که باید انجام بدم. سر جونز هم میرن لندن. عجب حکایتی بود. من از سیاست چیزی نمیدونم، ولی همینو فهمیدم که همش بازی موش و گربه است. یا میگیری یا میگیرنت. Thank you.
تو اینجا باش تا شهادت بدی که این پدر سوخته ها چه گفتند و چه کردند با این ملک بیزار. توپخانه موجود طبق آخرین گزارش به شدت فرسوده شده. در ایران چیزی به نام کارخانه توپریزی وجود نداره. برای آماده سازی یک کارخانه توپریزی اونم در اصفهان باید نیروها رو دو برابر کنیم و الا زمانو به کلی از دست میدیم جنرال. جنرال اتفاقی افتاد ارنست؟ از چاپارخونه خبر آوردن درگیری دوباره شروع شده. روس‌ها با قدرت هرچه بیشتر به سرحدات ایران دارن نزدیک میشن. عجب. خب یه محموله دیگه تو راهه. شانس بیاری مهمات رو به موقع برسونیم به قوای آذربایجان. بخت با ما یار. به زعم بنده جناب میرزا شفیع، حضرت خاقان با این فرانسوی جماعت آبش توی جوب نمیره. اشکالی نداره. هرچی نباشه حضور فرانسوی جماعت مفیدتر از حضور انگلیسی جماعت در این مملکته. انگلیسی ها دوباره برمیگردن آقا، برمیگردن. بنده هم به شما پیشنهاد میکنم خیلی این فرانسوی ها رو جدی نگیرید. حیف صدر اعظم این مملکت بی پشتوانه باشه. همونطور که مطلعید توی این مملکت صاحب منصبا پاشون رو پوست خربوزه است. دستشون به جای بند نباشه کله میشن، یعنی کله شون میکنن. شما چرا به عضویت لوژ در نمیایید؟ اینطوری سر تا سر دنیا از شما حمایت میکنن، به سر سلطان قسم. جناب میرزا شفیع، دنیا داره عوض میشه. به این خزعبلات علاقه ای ندارم. من متکی به خدا هستم، به اسلام. فراماسونر چه میدونه که من چی میگم، مکتب من چی میگه؟ ما اقتدا میکنیم به علمای اسلام. شما اقتدا بفرمایید، نقلی نیست. اما به صلاح دولت شماست که شاه رو از علمای اسلام دور کنه. اگه میخواید روی شاه سلطه داشته باشید، از علما دورش کنید. از ما گفتن بود جناب صدر اعظم. مثل اینکه بیکاری خیلی فشار آورده بیلچی ما. بهتر نیست یک چند وقتی مشرف بشید به سفر عتبات عالیات؟ شاید فرجی بشه. جناب صدر اعظم، اتفاقا خود ما قصد تشرف داریم، منتها به لندن. والا کجا هست؟ پیش پای شما حرکت کرد. روسا حمله کردن، نه غافل. فرانسوی ها گفته بودن تا یه ما دیگه از حمله خبری نیست، ولی بمون دادن
بفرمایید. کسالت دارید؟ زخم کهنه است، دم و بازم و مختل کرده، طبیب وعده خاموشی داده، هرچند دم و بازم در حیطه مقدرات خداست. دلم میخواست پا در رکاب کنم، نمیتونم. وقتی نایب السلطنه به حرب میره، تبریز در دستان شماست. مردم تبریز به نفس شما آروم میگیرن. به خاطر دل سوخته این مردم نفس بکشید. توپ یک، آتش! توپ دو، آتش! مارشال گودویچ، اگه دید به جنبیم از قشونه امپراتوری روسیه فقط خاک سرباقی میمونه. توپخانه دارم، ولی نفرات و مهمات ما به خط دفاعی روسا میارزه. اگه رخصت بدیم با یه فوج برم کارو تموم کنم. نه حضرت والا، اجازه بدید خودم کارو تموم کنم. خواهش میکنم. نلاچین خان، تو تازه دامادی گارداش. خواهش میکنم، این تنها فرصتیه که میتونم دینم ادا کنم. میخوام خودمو نشون بدم. کتفانم اینو درک کنم. نظر علی بیک. بله حضرتم. یه فوج سرباز در اختیار این سردار بذاری. اطاعت. Thank you.
کن! کموده! نظر! حمله! میخوریم! شما باید از غرب بهشون فشار بیاریم! دنبال رو بیای! اونو! اونو سر ما! جنرال، ایرانی ها حمله کردن. مارشال، فرمان عقب نشینی بده. ما رو غافلگیر کردن. بگو افرادت عقب برگردن. عقب نشینی میکنیم، برگردین عقب. گفتم پیرز شدی فرار کردن نه کتفان دخترم میمن از زمان گرژستان عاشق شدم شما منو به اون رسوندی بعد من ضربه سختی میخورم مراقبش باش عباس میرزا مراقبش با
لاچین خان یه قهرمان بود. حضرت والا نایب السلطنه پیغام دادن شما تا هر وقت که بخواییم میتونین اینجا بمونین. فرمودن شما تنها یادگار برادرشون لاچین. سلام حاج بابا. سلام سردار، خوش اومدی. بری کنار ببینم. به 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 جناب عباس میرزا، ظاهرن از فراغ سردارش لاچین خان داره میسوزه. بایسین، ولی پرنده دلش، پرنده دلش تو آسمون اون خونه داره پرواز میکنه. چی از این بهتر ها؟ چی از این بهتر؟ نه ریحانی زنده است که حاجی باباش بخواد خط نشون بگه که واسه نایب السلطنه، نه لاچین خانی که در کاره که بخواد به خاطرش از میدون به در بشه. داستان کتوان، اون گرجی مهاجر و ولی عهد ایران عباس میرزا شروع شد. بعد از دخترم عباس میرزا هیچ تعهدی به هیچ دیارالبشری نداره. به هر زنی هم که رو بکنه برای من سالاره. آنم اگه یک کلمه، فقط یک کلمه از اون حلقوم و منحوست بیاد بیرون، خودم جیکتون رو تو پارو پورش میکنم. بی بطه پدر نامرد. من که حرفی نزدم، اینو مردم دارن میگن. یاور؟ یاور؟ یاور جان دیگه ولت نمی کنم. کسی نیا جلو. بی هیجان. آقا بیا. آقا بیا. کسی نمیدونه، ولی خدا میدونه. آرام میاد به ناموس سردارم نظر بندازم، حتی یه سردار مرده. من مردم، غیرت دارم. نیومدم اینجا قصه تعریف کنم، از من و شما گذشته. پس درد دل منو هم بشنو سردار. تو منو لاچین خانو به هم رسوندی که ای کاش نمی رسوندی. حالا دیگه سردار شما زنده نیست، لاچین خان مرده، دلم گرفته سردار. نه ریحانی هست که سنگ صبورم بود، نه آندره که همدم روزهای سختم. رفتن یا رفتن، میخوام جواب تو بدم. این سرنوشت من نبود. کاش تبریزو ندیده بودم، کاش آندره هیچ وقت نبود، کاش مرد بودم، میجنگیدم و کشته میشدم. همه اقطار بشر گرفتار سرنوشتند.
حاضرم اگر در سرنوشت شما تقصیری کردم تقاصشو پس بدم. میخوام تنها باشم سردار، تنها بذارید. وطنم